پیکر متحر آیت الله الخرسان با حضور مراجع تقلید، اساتید و طلاب حوزه های علمیه بعد از ظهر یک شنبه در شهر مقدس کربلا و صبح روز دوشنبه در نجف اشرف تشیع شد آیت الله سید محمد مهدی الخرسان الموسوی از علمای برجسته سرشناس نجف اشرف روز یک شنبه اول ربیع اول سال 1445 دعوت حق را گفت وی امامت جماعت مسجد شیخ انصاری در نجف اشرف را بر عهده داشت و چنان که خود گفته بود از ورود به سیاست پرهیز می کرد آیت الله سید محمد مهدی الخرسان در تاریخ نهم رجب سال 1347 هجری قمری در نجف اشرف متولد شد پدرش سید حسن بن هادی الخرسان از علمای شهر نجف محسوب می که نزد فقهای بزرگ شیعه همچون آیات اعظام سید ابوالحسن اصفهانی، محمد حسین ناینی، زیادین عراقی و ابو تراب خانساری تلمس کرده بود. آیت الله الخرسان دروس مقدمات و سطح حوزه را در حوزه علمی نجف از پدرش و استادانی چون علی سماکه هلی و صادق قاموسی فرا گرفت و دروس خارج را نزد آیات ازام سید ابوالقاسم خویی سید عبدالهادی شیرازی و سید محسن حکیم گذراند مشایخ این عالم ربانی در نقل حدیث آقا بزرگ تهرانی سید محمد صادق بحرالعلوم سید علی بهبهانی سید عبدالعلا سبزواری سید مرتزا خلقالی سید حسن بوجنوردی و پدرش بودند ایشان به برخی از عالمان مانند سید عبدالستار حسنی کامل سلمان جوبوری و سید سلمان هدا آلتومه اجازه روایت داده است آیت الله محمد مهدی الخرسان بیشتر عمرش را به تحقیق و تصحیح کتابهای شیعی پرداخت و از آن دوران جوانی به تعلیف علاقه داشت و نوشتن را با موضوع عبدالله بن عباس شروع کرد. چیزی نگذشت که انتشارات اسلامیه تهران از وی دعوت به عمل آورد که در تصحیح بهار مجلسی آنان را یاری نماید این دعوت سرانجام سبب شد تا وی هشت جلد از صد و ده جلد کتابهای چاپی بهار را تصحیح و تحقیق نماید از ایشان آثار فراوانی منتشر شده و یا در حال انتشار است که از آن جمله میتوان به کتابهای علی امام صالحان که شرح قصیده ای از آیت الله سید ابوالقاسم خویی درباره امامت امیرالمؤمنین است محسن چه دنیا آمده چه سقط شده سبت پیامبر است سجده بر تربت حسینی و هی علا خیر العمل و مجموعه آثار آیت الله الخرسان در قالب موسوعه چهل و شش جلدی با عنوان موسوعه آیت الله محمد مهدی الموسوی الخرسان اشاره کرد. گفتنی است که آستانهای مقدس علوی و حسینی و نزدیک به سی نهاد علمی و فرهنگی برای بزرگداشت آیت الله الخرسان کنگرهای بین المللی برگزار کردند. این کنگره در روزهای 25 و 26 و مهر ماه 1401 در نجف اشرف و در روزهای دو و سوم آذر 1401 در قم برگزار شد این کنگره اولین کنگره از سلسله بزرگداشت ها با عنوان امنا و رسول بوده است